هنوز عاشق بود، یعنی با وجود حالا همه سختی‌هایی که کشیده بود هنوز عاشق بودش و داستان‌های زیادی من درباره شهلا شنیدم که شعر میگفت برای ناصر محمدخانی همچنان و همچنان یعنی پای تلفن ساعتها تلفن های عاشقانه داشت باهاش و هنوز خودش همین رو میگفته، یعنی میگفت با همه اتفاقایی که واسم افتاده چیزی از عشق ناصر کم نشد. اول که زندان بودم یه اتاقی بودم که شهلا بود و یادم که سر نماز چادر سفید رو انداخته بود و سرش و میگفتش که خدای چهارشنبه من کی میرسه دیگه خسته شدم. شهرتش در داخل زندان هم به اندازه بیرون آن است. توی خیلی از کارا مثل وکیل بندی یا یه مدت مسئول سوپر زندان بود و اینجور کارهای مسئولیت و قدرت نسبی هم داشتش. و چیز دیگه که خب خیلی جالب بودش این بودش که شهلا همیشه خیلی کمک میکرد، یعنی خود من هر دوباره که رفتم زندان توی روزهای اول شهلا خیلی کمک کردش توی اینکه حالا من به زندانیای دیگه معرفی کنه، اون چه مواد غذایی اولی یا پتو اینجور چیزا رو در اختیارم. مصاحبه‌ای که با خواهر خانم جاهد داشتم از او درباره این ملاقات پرسیدم. بله ما الان همین الان از ملاقات شهلا داریم یعنی. امیدوارم دیگه خانواده که نگرفت داره ای براش شهلا خودش چی میگفت در این لحظات؟ شهلا چیز خواستی نگفت، از همه حلالیت باید گفتش که فرق کنه همه به خدا باشه هرچی خداوند خواست همون. در این لحظات آخر چقدر شانس این وجود داره که هنوز تجدید نظری در این حکم بشه؟ آیا ممکنه خانواده مقتول قبول بکنه که رضایت بده؟ اول از اینکه ما از خانواده لاله شرمنده خجالی به خاطر وارد شدن خواهرمون تو زندگی شد هنوز هم متنوع باوری هستیم که شهلا بتونه همچین کار وحشتناکی رو انجام داده باشه. ما فقط چشم امیدمون به بخشودگی خانواده اوناست، به خانواده لاله، به مادر محترمش، ایشون یه خانم مؤمنه هستن. میدونیم که چقدر بچین شده، واقعا برام سخته الان بتونم که صحبت بکنم. میدونم که اونم ما رو درک میکنه. متوجهم که چقدر سخته واسه تون صحبت. موفق شدین که آیا با این خانواده صحبت بکنین؟ فقط من امروز یه چند لحظه خیلی کوتاه با مادرش تونستم صحبت بکنم، ولی متاسفانه چه این چند وقت ما هر بار خواستیم که با ایشون ملاقاتی داشته باشیم متاسفانه موفق نشد.